درود بر تک تک ایرانی ها. تک تک شماهایی که هفت ماه گذشته از انقلاب عزیزمون اما همچنان حضور داریم همچنان سنگر رو حفظ کردیم و دشمن رو میترسونیم یه چیزی بگم چیزی که جمهوری اسلامی از همیشه بیش از بیش میترسونه همین کنار هم بودن ماست اتحاد ماست هیچ کدوم از ماها نمیریم توی این جنب بپرسیم نگاه سیاسیمون چیه فقط یک هدف داریم میدونیم داریم میجنگیم برای آزادی ایران و سرنگونی جمهوری کثیف اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر, مر بر, مر بر, مر بر جمهوری اسلامی سنگر رو حفظ کنیم سنگر رو حفظ کنید داخل ایران نگاهشون چه به تک تک ما اصردا خارج از ایران ما باید اینجا صداشون بشیم وقتی که ایران سکوت میکنه داخل ایران ما میتونیم این شعله رو مطمئن باشید ما میتونیم با حضور این, این شعله رو دوباره تبدیل به آتش کنیم و این خاکستر رو تبدیل به آتش سوزان کنیم و جمهوری اسلامی را کانون مسزوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، امسال سال خونه. متحد قوی پاینده ایران جاوید ایران زمین زنده باد آزادی کنار سام رجبی هستیم فعال اجتماعی و سیاسی که هر تمام تجمعات حضور داشته و در سال 1402 اولین تجمع در منطقه وستفود هم حضور داشت سام عزیز سال نو مبارک و به عنوان یک سال خیزش زن زندگی آزادی رو در آینده چطور میبینی؟ و از لحاظ سام رجبی نقاط ضعف و قوت این خیزش چطور است؟ درود بر شما و بینندگان عزیزتون ممنون از خودت که همیشه هستی منم هم جا داره اینجا سال نو رو تبریک بگم به مردم ایران و براشون آرزوی سلامتی دارم و آزادی ایران یعنی بزرگترین آرزوی ما گفتیم جنبش زن زندگی آزادی تمام این تجمع تمام این مبارزات سیاسی که افراد خارج از ایران هم دارن انجام میدن تنها و تنها فقط برای آزادی ایرانمونه ایران عزیزمون بچه های داخل ایرانمون خب ببینید هر خیزشی هر جنبشی هر انقلابی فراز و فرود داره انقلاب زن زندگی آزادی هم همین گونه هست یعنی در واقع الان یک آتشی است زیر خاکستر که در واقع یه, یه آن ممکنه گور بگیره معلوم نیست اتفاقات سیاسی و تظاهرات هیچ وقت نشون نمیدن که چه موقعی جرقش زده میشه هیچ وقت شاید سال گذشته اگه صحبت میکردیم با هم هیچ وقت فکر نمیکردیم یک همچین جنبش عظیم زندگی آزادی شکل بگیره که کل دنیا رو تکون بده برای همینم من به آینده امیدوارم به سال 1402 امیدوارم و اون شعاری که میگن امسال سال خون سه دلی سر نگونه ما ما براش لحظه شماری میکنیم خلاص و به عنوان سال آخر سام عزیز 44 سال پیش افرادی بودن که به جمهوری اسلامی آری گفتن بعد از 44 سال شما چه پیامی دارید به اون گروه بدید یا به اون افراد بدید خب آه و افسوسه وقتی که برمیگردی گذشته رو واقعا نگاه میکنی و میبینی یک جماعتی بدون آگاهی عکس خمینی ها رو توی ماه میدیدن و نمیدونم دلایل خیلی زیادی داشت ما توی اون 44 سال پیش نبودیم ببینیم چه محیطی بوده چه چه شرایطی بوده چه چیزی واقعا باعث شده که مردم ما تصمیم بگیرن برای آخوندهایی که واقعا بهشون میگفتن دوزار یعنی دوزار بهشون میدادن میرفتن اینا سر قبر روزه بخونن و اینها رو عکساشو توی ماه دیدن فکر کنم همشون پشیمونن همشون پشیمونن دیگه و همین که بعد از 44 سال فهمیدیم توی مسیر درست قرار بگیریم خودش به نظرم کافیه خیلی ممنونم مرسی با ما همراه